قوانین وقت. وقت یا زمان مهمترین نکته هست که ما باید در مدیریت زمان نظم و انضباط شخصی داشته باشیم. مطمئنم شما هم در تکاپوی این هستید که مدیریت زمان صحیح داشته باشید تا بتوانید برای زمانتان برنامه‌ریزی کرده و هم راحت‌تر به کارهایتان برسید تا از استرس و اضطراب زندگی خود کم کنید. گرچه همه ما دوست داریم کارهای خود را به تعویق بیندازیم، تا به خود میاییم میبینیم که وقت کم داریم. اینجاست به فکر کار حق مانده خود میشود، باعث استرس ما میشود. انسان‌ها معمولاً در لحظه آخر متوجه می شوند که در مدیریت زمانشان ضعف دارند. اگر ما برنامه‌ریزی درست برای انجام کارهای خود داشته باشیم، البته برنامه‌ریزی منظم برای هر کار خود و یا هدف خود داشته باشیم، وقت و زمان هم را تقریبی تعیین کنیم تا هر قدر وقت لازم داریم بیشتر از آن کار خود را که در نظر داریم نتیجه درستی به دست بیاوریم. برای هر کار و هر هدف 3 مرحله را باید در نظر گرفت تا نظم را مراعات کنیم و آن را طبقه بندی کرده تا به هر یک آنها برسیم. 1. کارهایتان را به اساس اهمیت و ضرورتش ترتیب و یادداشت کنید. 2. برنامه‌ریزی برای انجام آن داشته باشید تا کارهای بیشتر را در زمان معینی که می‌خواهید انجام دهید انجام دهید. 3. نظم و انضباط. اول کارهای ضروری که یادداشت کرده اید و هم وقت تعیین کرده اید، اگر به وقت و زمان آن انجام نشد نگران نباشید. بالای خود فشار نیاورید و در جریان تفریح را از یاد نبرید تا استرس بیشتر برایتان نیاورد. درست است کارها ضروری هست، اما اگر با عجله انجام شود نتیجه درست را نمیگیرید. اگر کار مربوط شماست فرق میکنه. اگر مربوط کس دیگری هست فوق‌العاده است که شما کمک میکنید و انجام میدهید. اگر برای انجام آن مشکل داریم نمیتوانیم، از کلمه پرقدرت نه استفاده کنید. از نه گفتن نترسید. این کلمه نه بی‌ادبی نیست، برای رفع مشکلات است. شاید شما هم از جمله کسانی باشید که نمیتوانید به سادگی به دیگران نه بگویید. به همین دلیل قسمت عمده از وقت خود را صرف انجام کار میکنید که دوست ندارید. برای اینکه به همین مشکل برنخورید باید صادقانه نه بگویید تا بار سنگین کاری که نمیخواهید تحمل کنید و راحت‌تر باشید. 2. برنامه‌ریزی درست برای انجام کارهایی که مربوط خودتان است داشته باشید. آن را تعیین کرده باید تفریح‌های کوتاه را هم در نظر بگیرید. اگر چنین نکنیم گاهی اوقات وقتی که به کاری که انجام می‌دهیم تفریح کوتاه نداشته باشیم تاثیرات منفی را ایجاد می‌کند. و همچنان برای اینکه مدیریت زمان بهتر داشته باشید، زمان بیشتر و از بیشتر به کارهای دارا که سرمایه گذاری کرده اید، تفریح های کوتاه را هم در نظر داشته اید، باید به پیشرفت آن اقدام کنید تا کارهایتان خوبتر پیش برود. 3. نظم و انضباط. ضعف در هر برنامه‌ریزی مدیریت زمان، اگر نظم و انضباط شخصی را در نظر نگیریم به مشکل برمی‌خورد. بعضی ها فکر میکنن مهارت و زمان نیاز بیهوده بیفایده است. به این طرز با مشکلات زیاد مواجه میشن و به هر کاری که باید عادت شخصی را در نظر داشته باشید تا مدیریت زمان را هم باید برای نتیجه آن هدف خود درست به دست بیارید در نظر داشته باشید. اگر به موقع انجام نشد تردید و ترس را از خود دور کنید تا زمان دیگر انتخاب کنید تا به کارهایتان برسید. انگیزه را در نظر داشته باشید. اگر انگیزه نداشته باشید خیلی زیاد وقت را از دست میدید و با مشکلات زیاد بر میخورید. همه ما میدانیم وقت با ارزش ترین چیز هست، بالاتر از طلا. طلا را میتوان خرید اما وقت را نه. باید با آن ارزش زیاد قائل شویم تا از آن به خوبی استفاده درست را داشته باشیم. دوستان عزیز، همه شما را به خداوند سپرده امیدوارم که از وقتتان به درستی استفاده کنید. اگر این ویدیو را دوست داشتید لایک و سابسکرایب کنید. ممنون شما.